بنقلت بخش فارسی بی بی سی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا میگوید طرح استیضای دونالد ترامپ آماده است. توجه کنید به متن کامل این گزارش. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان امریکا میگوید لایحه استیضای دونالد ترامپ را روز دوشنبه رسما در سن کنگره سه نماینده دموکرات کنگره متن این لایحه را تدوین کرده اند و به گزارش رسانه های امریکا 160 نماینده دیگر هم از آن پشتیبانی کرده اند. کاخ سفید در واکنش به این خبر گفته است که استیضای مجدد رئیس جمهور موجب نفاق بیشتر در کشور خواهد شد. در متن لایحه تهیه شده یکی از اتهامات که به موجب آن آقای ترامپ مستحق استیضا شناخته شده است تشویق آگاهانه به شورش علیه حکومت عنوان شده و همچنین او متهم به خیانت به سوگند ریاست جمهوری شده است. این دومین بار است که مجلس نمایندگان امریکا لایحه استیضای دونالد ترامپ را تهیه می کند. بار نخست نمایندگان کنگرس آقای ترامپ را به علت تحت فشار گذاشتن دولت اوکراین با مقاصد سیاسی استیضا کردند. اما سنا که در کنترل جمهوری خواهان است این استیضا را رد کرد و به آن رسیدگی نکرد. همزمان جو بایدن رئیس جمهور منتخب بدون واکنش به خبر استیضای احتمالی آقای ترامپ گفته تمرکز او در 12 روز آینده بر این خواهد بود که زودتر کار خود را شروع و به اوضاع نابسامان اقتصاد و مبارزه با کرونا سامان دهد. ماده استیضا در قانون اساسی امریکا به مجلس نمایندگان اجازه می دهد که رئیس جمهور را به علت آنچه رفتار نابهنجار و مجرمانه خوانده شده بازخواست کند. در صورت رأی آوردن طرح استیضا در مجلس نمایندگان این مجلس فوراً درخواست استیضای خود را به مجلس سنا تقدیم خواهد کرد و مجلس سنا هم باید فوراً به آن رسیدگی کند. در طرح استیضای آقای ترامپ آمده که او آگاهانه شورش و عمله به حکومت را ترغیب کرده است. در پیشنویس طرح استیضا آمده است که این اظهارات همسو با تلاش‌های قبلی دونالد ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات و ایجاد مانع بر سر تایید نتایج انتخابات است. در این حال نیویورک تایمز نامه حدود 100 دیپلمات و سفیر آمریکایی به مایک پمپیو وزیر امور خارجه این کشور خبر داده که در آن از آقای پمپیو خواسته شده تا اقدام آقای ترامپ در ترغیب و هدایت مهاجمان به کنگرس را محکوم کند. نیویورک تایمز که نسخه از این نامه را به دست آورده گزارش داده است که نزدیک به 100 نفر از دیپلمات های آمریکایی این نامه را امضا کرده اند. یکی از این دیپلمات ها بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است که دنیا باید بداند که در آمریکا هیچ کس حتی رئیس جمهور بالاتر از قانون نیست. در این حال ایالت واشنگتن در غرب آمریکا اعلام کرده است که برای حفاظت از کنگره ایالتی از هجوم افراد گرایان راستگرا گارد ملی را فرا خوانده است. با گزارش رسانه های امریکایی از این فعالیت این گروه ها و ارتباطات آنها در شبکه های اجتماعی و بعضاً زیرزمینی این طور برمی آید که عامیان آقای ترامپ در میان این گروه ها قصد دارند تا در رسانه مراسم تعلیف ریاست جمهوری به واشنگتن دی سی پای تخت بازگردند. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در سرمقاله خود هشدار داده تا محدود بودن قدرت رئیس جمهور در نظام حکومتداری آمریکا می تواند دست آقای ترامپ را برای آغاز جنگ و سرکوب داخلی و یا برپا کردن شورش‌های بیشتر باز بگذارد و به همین دلیل تا برگزاری تعلیف در 20 جنوری 11 روز دیگر وظیفه سیاستمداران در واشنگتن و به ویژه کابینه آقای ترامپ این است که جلو اقدامات مخرب او را بگیرند و وی را در قبال ترغیب به خشونت مسئول بشناسند. دونالد ترامپ بارها مدعی شده بود که اگر منصفانه به کارنامه او نگاه شود بعد از ابراهیم لینکن بهترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است. بسیاری به این اظهارات آقای ترامپ با نیشخند یا تلخند واکنش نشان دادند، اما او در چند زمینه رکوردهای جدید در تاریخ آمریکا از خود بر جا خواهد گذاشت. در این میان روز جمعه 8 جنوری گزارش شد که نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با رئیس ستاد مشترک ارتش درباره نگرانی از اقدامات یک رئیس جمهور بی ثبات و دسترسی نامحدود او به دستور پرتاب سلاح‌های هسته‌ای صحبت کرده است. نانسی پلوسی در نامه به اعضای مجلس نمایندگان گفته که موضوع گفتگوی او با جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از این که یک رئیس جمهور بی‌ثبات دست به اقدامات نظامی بزند یا به رمز پرتاب و دستور سلاح‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشد بوده است.
سخنگوی رئیس ستاد مشترک این تماس را تایید کرد و گفت که جنرال مارک میلی به سوالات خانم پلوسی در مورد روند صدور فرمان هسته‌ای پاسخ داد. در تحول دیگر، یک سناتور جمهوری‌خواه خواستار استیفای دونالد ترامپ شده و گفته او قادر به ارائه رفتار مناسب نیست و زمان آن فرا رسیده است که کاخ سفید را ترک کند. لیزا، سناتور ایالت آلاسکا، در اظهاراتی که در تضاد با رویکرد حزبش عنوان شده گفته که او، یعنی دونالد ترامپ، به اندازه کافی خرابی به بار آورده. اکنون هم که گفته قصد حضور در مراسم سوگن و انتقال رسمی قدرت را ندارد. برای تحولات مربوط به کرونا هم که متمرکز نیست، او فقط آنجا، یعنی کاخ سفید، بماند تا تکبر و خودخواهی خود را تغذیه کند. خانم لیزا آقای ترامپ را متهم کرده که برای نفخات عمکس حتی مایک پنس معاون خود را هم قربانی کرده است. اشاره این سناتور جمهوری خواه به تویتر روز چهارشنبه آقای ترامپ است که همزمان با آغاز ریاست مایک پنس بر جلسه تایید نهایی نتایج انتخابات در کنگرس او را ناتوان از تغییر نتایج انتخابات عنوان کرده بود. دقایق بعد از این تویت، هواداران آقای ترامپ به ساختمان کنگرس حمله کردند و نوارهای ضبط شده نشان می‌دهد که برخی از آنها با فریاد زدن نام مایک پنس و خائن خواندن او به دنبال پیدا کردن معاون ریاست جمهوری بودند. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی.